عناوین اصلی، طرح فرار خامنه ای به یک جزیره. پومپئو دشمن قسم خورده ی رژیم ملاها دوباره آمد. به کیوسک خوش آمدید. درود بر هموطنان گرامی، شنونده ی کانال خبری کیوسک هستید. محمود احمدی نژاد دیروز صحبتی کرد که باعث وارد شدن یک شوک به رسانه‌های دست راستی شد. احمدی نژاد در دیدار با جمعی از مردم به این اشاره کرد که خامنه ای جزیره ای آماده کرده تا در صورت شورش عمومی و از دست دادن کنترل اوضاع به آن فرار کند. او که در اردبیل صحبت می کرد اضافه کرد یک طرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا انتخابات را عقب بیاندازد تا فرصت پیدا کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد. طرف دیگر هم دنبال این است که در سایه کرونا و مشارکت پایین مردم نامزد خود را از صندوق در بیاورد. هر دو به دنبال کنار گذاشتن مردم از عرصه تصمیم گیری هستند. جزیره خریدند تا در صورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کند. محمود احمدی نژاد مدعی شد عده‌ای تلاش می‌کنند تا انتخابات ریاست جمهوری دیرتر برگزار شود. رئیس جمهوری سابق ایران با اشاره به دو گروه در داخل حاکمیت ایران که به گفته او بر سر صندلی و قدرت دعوا دارند درباره دروغ‌گویی به مردم هشدار داد. با چی می‌خوای بسازی؟ با چارت خودتون؟ بله میخوان بسازن، ولی نه مردم را، نه کشور را، بلکه جیبهای گشادی رو که تا سمت زیر زمین هم میره. پر نمیشه. بدم یه موقعی، حالا اگر شاید در آینده پیش بیاد، نمیدونم، انشالله که زودتر دست پای بعضی ها جمع شه از این مملکت. ولی بیان بگیم آقا سر تش یه 2300 نفر هستن ملت، ما میخوام از ملت اجازه بگیریم. بابا 2300 نفر هستن، پدر ملت رو در آوردن. ما این 2300 نفر رو ببریم یه جا بگیم بابا ما 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیارد میدیم بهتون، تو رو خدا کاری به کار ملت نداشته باش. بیل تو مال کارت. انشالله خیلی زود این شرایط. احمدی نژاد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک در ایران گفت عده‌ای می‌خواهند به بهانه تشدید کرونا انتخابات را عقب بیاندازند تا فرصت پیدا کنند و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. احمدی نژاد گفت یک گروه می‌خواهد آدم خودش را به هر قیمت ولو کنار گذاشتن ملت بیاورد و گروه دیگر می‌خواهد فرصتی پیدا شود تا در این مذاکرات مانند دفعه قبل فریبکاری کنند. او با انتقاد از زمزمه هایی که برای عقب انداختن انتخابات شنیده می شود گفت شرایط کرونا را کنترل کنید تا ملت رای بدهند. وی همچنین مدعی شد افرادی در داخل حکومت جزیره خریدند تا در صورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند. عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی نژاد با اشاره به این مطلب گفت احمدی نژاد می خواهد فروپاشی جمهوری اسلامی را در اذهان القا کند. یه جریانی در پیشه. که اینجا هم ذکر کردید. من میخوام وضع الان بگم در چه حالیم. این داستان کرونا همه میدونید فقط یک داستان مریضی و ویروس و اینا نیست. ازش بهره میبرم. چجوری بهره میبرم؟ در سطح بین الملل، برای کنترل ملت ها، برای فروش دارو. الان میگن هر سه ماه سه ماه باید بزنی. تازه یه سال هم زدید تضمین نداره. باید سال بعد بزنی. دیگه مردم اسیر شد. همه جان کنترل میکنه. شبانه یا بیرون، اینجوری برو، اونجوری برو. کنترل دیگه. حالا بعضی ها نقل جدی دارن. مستند دارن که آقا توی واکسن ها. یه چیزایی هم اضافه میکنن. بیماری اضافه میکنن. حالا من نمیخوام وارد شم. اما هر کشوری این جریانات قدرت بهره خودشونو میبرن. از ماجرای کرونا من قبلا صحبت کردم راجع به کرونا، الان دیگه وارد نمیشم. میخوام بگم چه بهره ای میبرن.
به گزارش کانال تلگرامی دولت بهار، احمدی نژاد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به مانند بسیاری از مقامات پیشین جمهوری اسلامی در قامت یک اپوزیسیون ظاهر شده، پنجشنبه دوم اردیبهشت در اردبیل با توصیف نظام کنونی به اتوبوس در حال سقوط به دره دوای کنونی در کشور را بر سر قدرت عنوان کرد و گفت این همه مردم دارند فریاد می‌زنند، اما در گوشها پنبه قدرت طلبی و خودخواهی فرو کردند. دوا بر سر قدرت است. رئیس جمهور سابق ایران با تاکید بر حاکمیت یک اقلیت 200-300 نفره بر کشور و اینکه اینها پدر ملت را درآوردند، افسود قبل از انقلاب میشد به گوش اشراف زد، اما الان سخت شده است تا بزنید میگویند منحرف شده اید و از دین برگشته اید. دین را هم بالای سرشان گذاشتند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با متهم کردن دولت روحانی به اینکه به دلایل انتخاباتی و به دلیل خالی بودن دست آنها از هر گونه دستاوردی رو به سوی مذاکرات هسته‌ای آوردند، مدعی به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری از سوی جناح حاکم بر کشور به بهانه کرونا شد و اظهار داشت این گروه که مدافعان دولت هستند نگرانند و میگویند که در فضای کرونا گروه مقابل اصولگرایان کاندیدایی دارد که میخواهد حتما او را سر کار بیاورد. فضای کرونا بسیار خوب است، زیرا اگر مردم شرکت نکنند آن را به کرونا ربط میدهند. اینها یعنی دولت روحانی هم دستشان خالی است. دوباره رفتند مذاکره کنند و مذاکره هم به سرعت جواب نمیدهد، لذا باید انتخابات را به عقب بیاندازند تا شرایط را مقداری تغییر دهند. احمدی نژاد با توصیف انتخابات در ایران به انتخاب از میان بد و بدتر و تلاش حاکمیت برای بیرون آوردن شخص مورد نظرشان از صندوق به اداره مغرضانه بحران کرونا و دستکاری در آمارهای مربوط به قربانیان این ویروس اشاره کرد و ابراز داشت دو طرف یعنی دولت و اصولگرایان در بالا بردن جو کرونا و تحت فشار قرار دادن مردم شریک هستند و هر کدام سهم خودش را میبرد و هر دو در کنار گذاشتن مردم شریکند. گفتنی است محمود احمدی نژاد که این روزها از مخالفان جمهوری اسلامی نیز تندتر انتقاد میکند، چندی پیش در اظهاراتی ضمن متهم کردن دستگاه‌های اطلاعاتی به کشتار مردم ایران از بی‌کفایتی نهادهای امنیتی در رابطه با انفجار نطنز و حیف و میل هزاران میلیارد تومان توسط آنها انتقاد کرده بود. داوری در حساب توییتر خود نوشت احمدی نژاد برای خود نقشی مانند بوریس یلتسین قائل است. یلتسین نخستین رئیس جمهوری منتخب روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. طبق اعلام نزدیکان محمود احمدی نژاد او قصد دارد برای انتخابات آتی ریاست جمهوری ثبت نام کند. احمد خورشیدی درباره حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت پیشبینی من این است که آقای احمدی نژاد در انتخابات 1400 ثبت نام خواهد کرد. خورشیدی با اشاره به رد صلاحیت احمدی نژاد در 4 سال قبل گفت به دلیل شرایط اقتصادی متفاوت امسال انتظارات مردم از شورای نگهبان بالا رفته است. طبق اعلام نزدیکان آقای احمدی نژاد در صورت رد صلاحیت ممکن است او از یکی از کاندیداهای دیگر نظیر رستم قاسمی یا عزت الله زرقامی حمایت کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دشمن شماره یک ولایت فقیه در جهان شهرت داشت، هنوز هم در هر فرصتی از جو بایدن برای کوتاه آمدن در مقابل حکومت سرکوبگر و متجاوز ولایت مطلقه فقیه به شدت انتقاد می‌کند. پس از روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا و کنار رفتن پومپو، رژیم جمهوری اسلامی چند ماهی است که راحت‌تر نفس می‌کشد. پومپو این هفته دوباره با دست پر وارد گود مبارزه با رژیم حاکم بر ایران شده و با اعلام طرح افزایش نقش کنگره در مذاکرات هسته‌ای جو بایدن با رژیم ایران و رونمایی از بزرگترین بسته تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی وارد میدان مبارزه با حکومت ولایت فقیه شده است. این طرح که عنوان آن قانون فشار حداکثری است، به وسیله کمیته مطالعاتی حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده تدوین شده که ضمن گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی رژیم ایران و گروه‌های وابسته به آن در منطقه به شروط 12 گانه است که مایک پومپو توجه ویژه‌ای به آن دارد. شروطی که پومپو بلافاصله پس از تصدی مقام وزارت خارجه در دولت دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آنها را اعلام کرد. حالا به گزارش نشریه واشنگتن فری بیکن، در صورت تصویب طرح جمهوری‌خواهان، هر گونه توافق دولت بایدن با رژیم ایران در رابطه با برجام تابع نظر کنگره خواهد بود و اختیارات رئیس جمهوری هم برای لغو تحریم‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.
جیم بنکس، عضو جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و از تنظیم کنندگان این طرح که روز پنج شنبه این هفته همراه مایک پومپئو در جلسه مطبوعاتی برای صحبت پیرامون این طرح حضور یافته بود، گفت اگر رئیس جمهور بایدن بخواهد کنگره را دور بزند و بار دیگر به توافق شکست خورده رژیم جمهوری اسلامی بپیوندد، دشمنان ما باید بدانند که جمهوری خواهان در کنگره به تلاش خود برای پشتیبانی از کارزار موفق فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه خواهند داد و برای تصویب این قانون که تمامی تحریم‌ها علیه رژیم ایران را تا هنگام توقف برنامه هسته‌ای و دست کشیدن از حمایت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه برقرار خواهد کرد همکاری می‌کند. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.